بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق آسمان و زمین و درود و سلام بر پیامبر نازنین اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سلام و وقت بخیری خدمت تمامی شما بیننده‌های عزیزی که منتظر برنامه خودتان برنامه آینه زندگی بودید. شما رو خوش آمدید نگم به این برنامه. امید است که تا آخر برنامه ما را همراه باشید. بله عزیزان، باز هم در یک دیگر از هفته و در یک دیگر از برنامه های زندگی خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم با یک موضوع دیگر و با جناب استاد محمد ابراهیم یوسفی هستیم. قبل از اینکه موضوع معرفی کنم میریم به سراغ خوش آمدید جناب استاد. جناب استاد را خوش آمدید میگم در استودیو. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم در این برنامه. تشکر. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و مهربان تلویزیون اسلام و جا داره که شب خیلی داشته باشم خدمتشان. این شب سرد زمستانی و امیدوارم که در آغوش خانواده های خود گرم و با صفا و صمیمیت این شب مبارکتون را سپری کنند. تشکر جناب استاد، خیلی خوش اومدیم. بله عزیزان، موضوعی که امشب انتخاب نمودیم موضوع اخوت و همدلی هست. اخوت و همدلی از دیدگاه اسلام چی مفهوم داره و چی جایگاهی میتونه داشته باشه؟ فضیلت اخوت و برادری و همدلی چی میتونه باشه؟ همچنان آن چیزهایی که اخوت، اتحاد و همدلی انسانها رو خدشه‌دار میکنه و آن چیزهایی که اخوت میبخشه در این برنامه دنبال میکنیم. از شما عزیزان هم خواهش عزیز دارم تا آخر برنامه همراه باشید و از داشته‌های برنامه استفاده ببرید. از یاد نبرید که خط ارتباطی برنامه هم فعال است و شما عزیزان تماس بگیریم و سوالاتی که داریم با جناب استاد در میان بگذاریم و پاسخ خیش را دریافت نماییم. شماره تماس برنامه هست 0729-1519-68 و از همه کنون فعال است و شما عزیزان میتونیم که تماس بگیریم. جناب استاد، موضوعی که گفته شد در رابطه به اخوت و همدلی هست. میخوام در اول برنامه روشنی داشته باشیم راجع به مفهوم اخوت و برادری. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که دین مبین اسلام برای سعادت انسان‌ها و سعادت بشر آمده، بنابراین به خاطر از اینکه امو اهداف اسلامی و انسانی متحقق بشه، اینجا که خداوند متعال یک پیوند بین مؤمنین برقرار میکنه و این پیوند براتر از او پیوندیه که ما از لحاظ نسب به دست میاریم، پیوند ایمانی و پیوند معنوی که از جانب خداوند متعال بین مؤمنین برقرار میشه. و برقراری پیوند فقط به خاطر عزیز که میتونیم بگیم یکی از اهدافش همانا ایمان میتونه باشه، تحقق و تحقق اهداف اسلامی. چرا؟ به خاطر از اینکه زمان ما میتونیم اهداف متعالی و ارزشمند اسلام را متحقق ببخشیم که ما یک صف واحد و یک صف متین و یک صف محکمی در زندگی خود داشته باشیم. بنابراین خدای تبارک و تعالی این موضوع اعلام میکنه با صراحت، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. همانا مؤمنین با همدیگر برادرن، پس بنابراین شما در بین خود صلح به میان بیارین. چرا؟ چون همی احساس اخوت ایمانی و برادری که میتونه صلح بیاره. درست؟ تا زمانی که ما این احساس در خود ایجاد نکنیم و نسبت به این احساس یک حرکت نکنیم و تلاش نکنیم، واضحه که ما به او هدف صلح که در حقیقت میتونه ما رو به رشد برسونه، میتونه ما رو به تعالی برسونه، میتونه ما رو به پیشرفت برسونه، نخواهیم رسید. و در جای دیگه خدای تبارک و تعالی در رابطه به مفهوم اخوت اسلامی یک اشاره میکنه، اشاره بسیار جالب و زیبا در رابطه به گسسته ها و عقده ها و کینه هایی که در بین عرب های قبل از اسلام بود. مسلمان هایی که قبل از اسلام زندگی میکردن، زندگی های قبیلوی و خانوادگی داشتن، زندگی متشتت و پراکنده داشتن، زندگی داشتن که هر قوم و هر قبیله تنها به منافع همو قوم و قبیله خود میاندیشید. ولی خدای تبارک و تعالی میایه ای به وسیله اسلام، به وسیله تعالیم قرآنی و به وسیله تعالیم نبوی در بین مسلمان ها یک صف واحد را ایجاد میکنه و ای اقوام متشتت و پراکنده دور همدیگر جمع میکنه و از این اقوام متشتت و پراکنده، از این ملل پراکنده یک ملت میسازه، یک امت میسازه و یک امتی که ما و شما لله الحمد تاریخ حضور مطالعه داریم، تاریخ حضور خواندیم و الحمدلله تاریخ این امت همونطور پاک و دست نخورده امروز در اختیار ما و شما هست. و اینه که خداوند متعال میفرمایم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها. و مفهوم آیه متبرکه قرآن کریم همینه که
خدای تبارک و تعالی میفرماید شما به تناب محکم و یا ریسمان محکم الهی چنگ بزنید که یک سر از او به دست خدای تبارک و تعالی است و سر دیگر به دست شما باشه. بنابراین وقتی که سر یک تناب الله داشته باشه و ما به او چنگ بزنیم واضحه که ما موفق باشیم و در زندگی خود به مشکل روبرو نخواهیم شد. بیننده گرامی سلام بر شما. متاسفانه که تماس بیننده ما قطع شد، میشه که مجددا تماس بگیرم و سوالی که دارم با جناب استاد در میان بگذارم. جناب استاد، در قسمت از اینکه آیه کریمه خواندیم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، یک سوال مطرح میکنم، اینه که اسلام عزیز باور و اعتقاد به این داره که انسان ها از یک پدر و مادر که همان آدم و حوا هسته به وجود آمدند و در پله از او بر اساس خانواده هم نیز تاکید میکنه. دقیقا وقت برگردیم، ما انسان ها از یک خانواده به وجود آمدیم و یک خانواده واحد بوده که خانواده های دیگر به وجود آورده. حالا چی ممیزه باعث از این شده که مسلمان ها با هم برادر خوانده بشن ولی مسلمان با کافر و یا هم کافر با مسلمان هیچ وقت برادر خوانده نشده و هیچ وقت ای اخوت در بین از اون نباید به وجود بیاید و نباید حتی ولا و یا هم دوستی در بیان کافر و مسلمان باشه؟ تماس را وصل میکنیم. بینده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. معرفی کنیم از کجا به تماس شدیم و سوال شما چیست؟ سلام نداشتیم از نوریت مسترم. یک سوال داشتم که برادر عزیز من 23 ساله بود و زد روز روزی جمعه ساعت دوازدونیم که از خانه برداشتم، همسته همشیره مسترم ما ساعت پایندیده به سال زیارت رسید. الان هم هر که زنه میگن خیلی گناه داره، گفتم باشه هم نوریت مسترم سوال کنم بکنم گناه داره نداره ما برسته این گاه زیاری تو چی بودیم برسه این سال زیاد؟ گفتن خیلی بازداب شده روشون شب اول عبری بوده چلی شما برسیم. گفتن باشه هم نوریت مسترم بکنم که جواب سوال ما بدین که تکنه گناه داره نداره. صحیح، تشکر. سوال شما مگرفتم. ممنون از تماس شما، شب شما خوش. خدا نگهدارتون. بله جناب استاد، میخواستم ممیزه که مسلمان ها رو با هم برادر خوانده بیان کنیم که چی ممیزه هست و چی ویژگی هست در بین مسلمان ها که با هم برادر هستن. بله دقیقا چیزی که شما به او اشاره کردیم و من سوال مطرح کردیم، میتونم در پاسخ از او بگم که دین مبین اسلام بر اساس یک سری اعتقادات و باورها اساس گذاری شده و بنا شده. بنابراین وقتی این اعتقاد رو مطرح بشه، خب این اعتقاد بر یک مجموعه یک کتله از انسان ها مطرح بشه. بنابراین هر انسانی که این عقاید و باورهای اسلام رو بپذیره، بنابراین میتونه در راستای متحقق شدن این اهداف عالی اسلام سهیم باشه و قدم برداره. بنابراین چون کافر باور به اعتقادات و به این تعالیم اسلامی و به احکام اسلامی نداره، این جایی که خب واضحه که در راستای رشد و شکوفایی و خدمت شما به عرض برسانم تلاش برای حاکمیت دین خدای تبارک و تعالی نداره. حتی ما بعضی کافرها، خب ما زیاد کافرهایی هستن که همونطور نهایتا هیچ گونه احساس مسئولیت در قبال دین خدای تبارک و تعالی نمیکنن. تماس رو وصل میکنیم. بینده گرامی سلام بر شما. بله سلام علیکم. بینده گرامی تماس شما وصل شده، میشه که صحبت کنیم و سوالی که داریم مطرح سازیم. متاسفانه که تماس قطع کردم. جناب استاد، وقت شما میگیم که یک کافر در قسمت دین الله کدام تحرک نداره و باور به اعتقادات نداره، خب مثلا یک سوال مطرح میشه، یک جای شما مسلمان و باورمند به دین مبین اسلام مواجه شدیم با یک کافری که در حال بالاخره جان دادن هسته و اینجا مسئولیت شما چیست؟ آیا مسئولیت داریم تا از او حالت نجات بدیم و یا هم در یک مشکل خیلی حاد قرار گرفته که میتونم منجر به مرگ از او بشه، شما با عنوان برادر با او باید برخورد بکنیم یا نه با عنوان از این که غریزه انسانی انسان؟ خدا کنه که انشالله سوال خلط نشه و انشالله پاسخ اول بودم بعد از وزی که چیزی که درسته مورد یک چیز جدای از این سوال اول شما بود، یک میتونه بگیم سوال تقریبا جدیدتری بود. بنابر این وقت گفتم کافر این رقم خصیصه داره و این رقم خصوصیت داره که باور به دین خداوند متعال نداره، اینجا که مسلمان ها چون باور به او اعتقاداتی که الله متعال مطرح میکنه دارن، اینجا که گفتم برای
متعالی ساختن این اعتقادات و باورها و برای زنده کردن این اعتقادات و باورها در زندگی باید یک کتله وجود بیاید که این کتله به نام کتله مؤمنین میگیم، کسی که به شکل فردی ایمان داره مؤمن و کسی که باز به شکل جمعی ما این به عنوان یک کتله به اصطلاح مؤمنین میگیم. بنابر این بین کافر و مسلمان هیچگاه پیوند برادری نیست، چون خدای تبارک و تعالی حصر کرده انما المؤمنون اخوه، فقط و فقط کی مؤمن برادر و مسلمان ما با هم برادر باشه. بنابر این مورد دیگری که شما سوال کردیم در ذیل این سوال، بله از لحاظ اسلامی و انسانی ما این مکلفیت رو داریم که وقتی میبینیم یک کافر بنده از بندگان خدایه، مخلوقی از مخلوقات الله متعال، خیر الناس من ينفع الناس، بهترین مردم کسی که نفع از به مردم برسانه. یعنی چه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله تنها کلمه مسلمان رو مطرح نمیکنه، خود ذات مسلمان مطرح نیست بلکه ذات انسان مطرحه و انسان ها هم ترکیبی یا در حقیقت متشکل از کافر و مسلمان میتونه باشه. و بنابر این در جای دیگه هم پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از ایس خدمات انسانی فرمودن که مخلوق عیال خدایان، یعنی نمی مخلوق انسان ها بشر اینا عیال خدای تبارک و تعالی هستن و بهترین انسان به نزد خداوند متعال کسیه که به این عیال الله متعال یا به این مخلوق خدای تبارک و تعالی رسیدگی نیک داشته باشه. ما هم از جهت معنوی باید به فکر کافر باشیم و هم از جهت مادی باید به فکر کافر باشیم. درست شد؟ چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی امام مسلمان ها به عنوان استاد بشر معنوی چگونه جناب استاد کرده و معرفی کرده، میخوام خدمتتون برد نرسونم اینا. ما الله متعال یک وظیفه و یک رسالت بسیار کلان داده، ای که امروز ما میبینیم جهان اسلام در یک آشوب زندگی میکنه و در یک آشوب به سر میبره و حالت هرج و مرج در جهان اسلام حاکمه، متاسفانه نفاق در جهان اسلام حاکمه و صف مسلمان ها متاسفانه متشتت و پراکنده شده، این بحث جدا است. ولی روی هم رفته تاریخ اسلامی ما همی گویای عزیز که بله روز مسلمان ها همی رسالت خود را ادا کردن به نحو احسن به نحو شایسته از او و در آینده هم تنها کسی که میتونه به این نابسامانی های بشر نقطه پایان بگذاره مسلمان های رسالتمند می باشند، مسلمان های مؤمن و متعهد می باشند که اونها میتونن رسالت خود در قبال انسانیت و در قبال بشر ادا بکنن. اما ای که چگونه میتونن از لحاظ معنوی به انسان ها خدمت بکنن، بله از لحاظ معنوی امروز کفار که در کفر و بالاخره در دلالت و الهاد و بی خدایی دارن زندگی میکنن، این وظیفه ما نه که لازم معنوی ما پیام دین خدای تبارک و تعالی رو به اونها برسونیم. این که چی رقم برسونیم با حرف و شعار نمیشه، باید حرکت کرد، باید تلاش کرد، باید پیوسته کار کرد و تا با زبان حکیمانه با یک دلسوزی به حساب عامتام ما چیکار بکنیم پیام دین خدای تبارک و تعالی به اونها برسونیم. یعنی این در حقیقت یک خدمت معنوی برای کفار میباشه. و از لازم مادی هم بله واضحه که ما خب نمونه های زیادی داریم که اختراعات همچون اختراعاتی که مسلمان ها داشتن جدای از اینها، جدای از اینها خدمات انسانی دیگری دارن که مسلمان ها واقعی به معنای واقعی کلمه اونها را آمدن ایجاد کردن و خدمات رسانی کردن برای نوع انسان. و بنابراین ما این مکلفیت را داریم. حالا متاسفانه امروز خوب به گونه ای شده که ما مسلمان ها منتظر ازی هستیم که اونها بیان برای ما خدمات انجام بدن. درست امروز حالت معکوس شده، حالت برعکس شده و ای به نظر می یک ضعفه، ای به نظر می یک کاستیه، ای به نظر می یک کوتاهیه که امروز ما مسلمان ها متاسفانه داریم انجام بدیم و از ما مسلمان ها داره سر میزنه این کوتاهی. تشکر جناب استاد. بله بینندگان عزیز خط ارتباطی ما فعال است و شما از اینا میتونیم که تماس بگیریم و سوالاتی که داریم مطرح شدیم دوستان تماس میگیرن و متاسفانه تماسشان قطع میشه با علت از اینکه موقعیت نیکر انتخاب نکردم. از شما خواهش مند از این هستم که یک جایگاه خوب را انتخاب کنیم تا اینکه تماس شما بر ما وصل بشه و از ضیاع وقت هم جلوگیری صورت بگیره. جناب استاد حالا از مفهوم و بعضی موضوعات که نسبت به مفهوم تعلق میگیریم میگذاریم میریم سر فضیلت اخوت و همدلی و برادری در دین مبین اسلام چقدر فضیلت داده شده و چقدر بالاخره فضائل ذکر شده در قسمت اخوت و همدلی؟ خب ما در این رابطه موارد زیاده داریم هم در قرآن کریم و هم در احادیث نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که در رابطه به فضیلت اخوت و برادری مطرح شده، از جمله توصیه ها ارشادات و راهنمایی هایی که از پیامبر علیه السلام برای ما رسیده یکی همینه که طعم ایمان و محبت ایمان را کسی چشیده که او با کس با برادر مسلمان خود ارتباط برقرار میکنه به خاطر خدای تبارک و تعالی، پیوند یا همو حقوق برادری و معنای واقعی کلمه رعایت میکنه، حقوقی که در مقابل برادر مسلمان داره او حقوق خود در مقابل برادر مسلمان رعایت میکنه ادا میکنه و در قسمت از اون کوتاهی نمیکنه. از او گذشته
حدیث قدسی داریم از جناب رسول کریم علیه الصلاه و السلام که از الله متعال برای ما شما روایت میکنه. در این حدیث الله متعال میفرماید قال الله وجبت محبتی للمتحابین فیه، واجب شده، لازم شده محبت من برای او دو تا مسلمانی که به خاطر خدا با همدیگر محبت میورزن، همدیگر را دوست دارن به خاطر خدای تبارک و تعالی و به خاطر الله. و المتجالسین فیه، و محبت الله واجب شده بر او دو مسلمانی که جلساتشان، نشستهایشان به خاطر خدای تبارک و تعالی است، نشسته میکنن به خاطر الله متعال میکنن. و المتبادلین فیه، و محبت الله متعال واجب شده بر او دو مسلمانی که بذل و بخشش میکنن به هم دیگر، مشکلات هم دیگر رفع میکنن در راستای حل مشکلات و مرفوع نمودن مشکلات هم دیگر به خاطر خدای تبارک و تعالی اقدام میکنن. پس بنابراین وقتی که انسان قدمی برای رفع مشکلات برادر مسلمان خود برمیداره و هدفش رضای خدای تبارک و تعالی، بنابراین در اینجا که الله محبت خود واجب شده. بینده گرامی سلام بر شما، متاسفانه که تماسشان قطع شد. از آن کوشش کنیم یک موقعیت نیکتر انتخاب کنیم و وقت تماس شما وصل میشه صحبت نمه. بله جناب استاد، میپردازیم به ادامه صحبت های شما بعد از تماس. بینده گرامی سلام بر شما. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی خیلی خوش آمدیم به برنامه، معرفی کنیم از کجا به تماس شدیم. تشکر از شما، ممنون. بفرمایید معرفی کنیم از کجا به تماس شدیم و سوال شما چیست؟ از انجیل به تماس شدیم. بله از انجیل به تماس شدیم. سوال شما. من قرآن شریف هم میخونم، وقت این زمانی که همی از استاد سوال دارم داریم مشکلاتی که در قرآن داریم چیگونه؟ درسته؟ آیا بله. من اگه مشکل دارم چیکار کنم؟ چی بگم کنم؟ آسه تشکر. من این سوال دارم اینو بخونم یا برم پیش یک استاد رو چیکار کنم؟ درسته، تشکر از شما. سوال شما رو گرفتم، اگر سوالی دیگری داشته باشین آرزنده باشین. بازد موفق باشیم، شب شما خوش. تشکر از بینده عزیز ما که تماس گرفتن و سوال در قسمت قرائت و یا هم خواندن قرآن کریم داشتن. انشاءالله که جناب استاد پاسخ میدن. تماسی گرم وصل میکنیم. بینده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدیم به برنامه، بفرمایید معرفی کنیم و سوال خیش هم مطرح سازیم. خیلی خوش آمدیم، بفرمایید سوال شما رو میشنویم. درسته، شکستن دندان و یا هم خون شدن از او سوال شما می بود، درسته؟ جاری شدن خون از وجود. چون صدای شما رو خیلی خوب نداشتیم حالا سوال گرفتم. تشکر از شما. درسته، تشکر از شما، ممنون از اینکه تماس گرفتین. شب شما خوش، موفق باشیم، خدا نگهدارتون. بله بیننده عزیزی که پشت خط هستن و تماس میگیرن، تماس رو وصل میکنیم. اونایی که سوال دارن میشه که تماس بگیرن هم اکنون و سوالات خیش مطرح شده. جناب استاد، در قسمت فضیلت داشتن صحبت میکردیم، این که دین مبین اسلام چی از نگاه آیات، چی هم از نگاه احادیث و خصوصا حدیث قدسی که شما فرمودین فضیلت زیاد گفته. حالا چگونه بوده اخوت و همدلی در میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و در میان سلف که از مسلمان ها گذشتن و او عده از بزرگانی که در گذشته ها بودن؟ برنامه امشب قوت و برادری اسلامی در بین خود خوب تماس رو وصل میکنم. جناب استاد، بعد نینه سراغ نمونه. متاسفانه که تماس بینده ما قطع شد، میشه که دوباره تماس بگیرن. بله
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت کردند و تشریف آوردند به مدینه منوره با مجموعه ای از یاران خود، طبعا خب مهاجرین کسانی بودند که اویی که نداشت خب نداشت، اویی هم که داشت متاسفانه تمام مال و اموال و داراییش توسط قریشیا و مردم مکه و مشرکین مکه ثبت و ضبط میشه و اجازه نمیدن که چیزی با خود بیارن. اینجایی که وقتی پیامبر علیه السلام به مدینه منوره میآیند، پیوند اخوت و برادری بین انصار و مهاجر ایجاد میکنن، یعنی به اندازه ای در بین انصار ایثار میشه و بخشش میشه نسبت به مهاجرین که یعنی ما شاید تصور رو هم کردن نتونیم. تماس رو اصل میکنیم. بینده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی خوش آمدیم و برنامه بفرمایید، سوال شما رو میشنویم. درسته؟ دیگه سوال اگر داشته باشیم؟ نه درسته. صحیح. تشکر از شما. ممنون از اینکه تماس گرفتین. شب شما خوش. خدا حافظ. ولی جناب استاد داشتیم در قسمت اخوت و برادری انصار و مهاجرین صحبت میکنیم. گفتم وقتی که به مدینه منوره تشریف آوردن، اینجا که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به خاطر کم روح اخوت و برادری در بین مسلمان ها زنده بسازه و تقویه بکنه، اینجا که دستور صادر میکنن که باید انصار با مهاجرین پیوند برادری ایجاد بکنن، یک انصار با یک مهاجر، و وقتی که پیوند برادری ایجاد شد باید تمام مشکلات از اون مرفوع بسازه، تمام خواسته ها و نیازها از اون در حد امکان و توانایی خود رو مرفوع بسازه. این از یک طرف، و از طرف دیگه ایثار مردم انصار بگونی است که نفر حاضر میشه که دارایی خود با برادر مسلمان خود رو نسبه بسازه. خدمت شما عرض برسونم، زمینی اگر داره برای زو میبینیم یک قسمت برای خود نگاه میداره، یک قسمت برای زو میده، باقی اگر داره به همی ترتیب و حتی دیگه دارایی خود رو میگه تقسیم میکنه و برادر مسلمان خود رو. به خاطر چی؟ به خاطر دستوری که از جانب خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر شده و به خاطر اینکه نیازهای برادر مسلمان خود مرفوع بسازه، و از جانب دیگه چون هدف بزرگی که پیش رو دارن و یک راه طولانی که پیش رو دارن، بنابر این مکلفن که یک صف واحد قوی و متین ایجاد بکنن تا بتونن به او اهداف عالی و مقدس خود برسن. این جایی که خدای تبارک و تعالی انمی کار انصار مورد تمجید و توصیف خود قرار میده. وی اثیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها چیکار میکنن؟ ایثار میکنن بر همدیگر در حالی که خودشان به او نیاز دارن، به خودشان به او نیازمنده. حتی کار به جای میکشه که یک نمونه بسیار عالی که تاریخ در دل خود خوب ثبت و ضبط کرده و ان شاء الله تا روز قیامت هم خواهد مان، یکی از یاران پیامبر یا یکی از انصار مدینه حتی وقتی که میه دارایی خود به نسبه میکنه، بعد دو تا خانم داره، برای مهاجر میگه که تو بیا از خانم ها رو ببین، هر کدوم که تو پسندیدی من اون طلاق میدم، برای اینکه دیش سفری شد تو در نکای خود در بیار. یعنی تا به این اندازه روح اخوت و برادری در بین از اونها تقویه شده بود، و به همین خاطر هم میبینیم که عزت داشتن، و همین خاطر هم میبینیم که پیروزی داشتن، به همین خاطر هم به هر میدانی که قدم میگذاشتن موفق اونها رو موفق و سربلند بیرون میکرد. تشکر جناب استاد. چون وقت برنامه هم خیلی کوتاه هسته، به می یک نمونه یا دو نمونه اکتفا میکنیم. من سراغ بعضی از سوالات عزیزان ما که تماس گرفتن، انشاءالله که چون سوالات بینده احیانا نمانه، امشب تصمیم بری گرفتیم که در میان برنامه هم جوابات داشته باشیم. برادر ما تماس گرفت، باشیم خواهر ما تماس گرفتن، گفتن که برادر ما در سن 21 سالگی وفات کردن و هم شیرای از اون نبودن، در او هنگام نزدشان نبودن، و بعد از اینکه اونا رو به خاک سپرده بودن در عصر همون روز رسیدن و به قبرستان رفته بودن. حالا باید گفته بعضی از ایشان اینا صاحب کدام گناه شدن، دوشار کدام گناه شدن، و یک علت هم اینی میدانن که اونا نبودن در وقت جنازه و یا هم در وقت بازدید از جنازه نبودن. حالا این کار از اینا چی حکم میتونه داشته باشه؟ یعنی در زیارت مجموع، از اینا در مجموع رفتن خانم ها به زیارت کار برن یا نه؟ من خدمت این خواهر عزیز خود خوب عرض برسانم که در مجموع
زیارت قبور یک سنته، سنت مؤکد از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم که خوب هرگاه هر زمانی که برای ما زمینه مساعد میشه و مهیا میشه گاه گاهی ما بالاخره بریم و از اون مردم که چی خود ما مورد نزدیک داشته باشیم چی هم از بریم و از اون مردم یک خبری بگیریم تا ای که همو مشکلات و دغدغه ها و غرور و قفلتی که در ما وجود میه از این طریق بتونیم حل بکنیم. نمیتونیم یک میتونیم بگیم یکی از شیوه های تزکیه و تربیه نفس باشه. این رفتن از اینا چی میونه جناب استاد؟ اما خدمت گفتم خدمت خواهر عزیز خود رو به عرض میرسونم که ما خوبیت مورد ندارن که به حساب صریحا نهی شده باشه. بنابر این خواهرای عزیز خب حتی الامکان کوشش بکنم که وقتی به زیارت میرن برای بالاخره زیارت قبور میرن برای زیارت اموات میرن کوشش بکنن که همون نکات شرعی از اون رعایت بکنن. به معنا که اونجا با حجاب اسلامی، یعنی حجاب خوب در همه وقت یک زن مسلمان یک دختر مسلمان رعایت بکنه، تا خب اونجا هم باید که میره هم حجاب اسلامی خود 100% رعایت بکنه. در اونجا میره نوحه و بالاخره عرفهای تو و بالا و شکوه و خدمت شما برادرزانی کارهای گلایه‌های بیجای از زندگی نام نداشته باشه، اینها نداشته باشه، لگد مالی قبرستان ها نباشه. بله. و با همون دعاهای مخصوصی که از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در رابطه به زیارت قبور آمده به اونا اکتفا بکنه. تماس لازم میکنه. بینده گرامی سلام بر شما. متاسفانه که قطع شد، میشه که بینده عزیزی که چند نفر تماس گرفتم اونجا دادن تماس بگیرم و تماس از اون رو وصل میکنیم. جناب استاد، برادر ما گفتن که من قرآن کریم میخوانم ولی در خواندن از اون مشکل دارم و لکنت یا هم مشکلات تجویدی و قرائتی که دارن، حالا اینا بخونن یا نه ترک خواندن بکنم بهتره؟ تماس رو وصل میکنیم. بینده گرامی سلام بر شما. سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم. بفرمایید سوالات که داره میشنویم از شما. تشکر از شما، بفرمایید سوال شما میشنویم. میگم یک سوالی که رنگ مو درسته؟ برای خانم ها درسته؟ بله بله. تشکر از شما، سوال شما گرفته شد. شما شما خوش بخیر باشیم، موفق باشیم. بله جناب استاد، در قسمت تلاوت قرآن کریم. بله، من خدمت عزیز و برادر مهربان خود بگم که خب یک قدم خیر رمی امشب برداشتن اینا، همین که امشب مراجعه کردن و از ما راهکار خواستن، این انشالله یک قدم خیره. و نکته دیگر خدمت عزیز عرض برسانم در پاسخ سوالشان، خداوند متعال میفرمایه و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله متعال قرآن کریم رو به گونه نازل کرده و به گونه خدای تبارک و تعالی این سهل و ساده قرار داده که یعنی ما با یک حرکت ابتدایی که برای قرآن فهم قرآن کریم قدمی برداریم، انشالله که قرآن کریم یاد میگیریم. منتها خدمت عزیز به عرض برسانم که انشالله کوشش بکنن، آله الحمدلله وسائل امکانات اساتید بسیار دانا و فریخته ما در داخل شهر داریم، قاری سوای بسیار فهمیده و دانای ما در داخل شهر داریم که الحمدلله بسیار به شیوه مسلکی واردن و اینا اقدام بکنن. من برایشون تبریک میگم، همین که امشب تماس گرفتن و همین فکر شدن، انشالله که اینا قدم نیکی هستن، به ای آرزو و به این هدف خود خو برسن، انشالله حرکت بکنن به برای درست. تشکر. بینده گرامی سلام بر شما. متاسفانه که قطع نمودن میشه که جناب استاد، برادر دیگر ما تماس گرفتن و گفتن که جاری شدن خون از بدن حکمش چیست و آیا وضوع را مشکنانه یا خیر؟ تماس را وصل میکنیم. بینده گرامی سلام بر شما. خیلی خوش آمدیم برنامه، بفرماییم سوال شما رو میشنویم. سلام، سجده تلاوت درسته؟ بله درست شد. سوال شما گرفته شد، ممنون از تماس شما، بخیر باشه. شب شما خوش. من خدمت برادر عزیز که سوال کردن در رابطه به خون، بله خون یکی از شکننده های وضوعه. هرگاه اگر انسان وضو داشته باشه و خون از هر جایی از بدن انسان، چی از داخل دهان یا از بینی یا دیگه از اعضای وجود انسان اگر جاری میشه و بیرون میشه، و مجردی که از اون محل خود تجاوز بکنه، حالا فرق نمیکنه کم باشه یا زیاد باشه، در حقیقت وضو از اینا شکسته. تشکر، ممنون از اینکه جواب دادیم جناب استاد و ممنون از شما عزیزان که تا همکنون از برنامه با ما هستین. میریم سراغ یک وقفه و بعد برمیگردیم. Thank you.
خوش آمدید دوباره به برنامه خود، برنامه آین زندگی. انشالله که تا هم اکنون از داشته های برنامه استفاده بردید، از ادامه هم با ما باشید و استفاده ببرید. جناب استاد، در قسمت سوالات بیننده‌های عزیز خود قرار داشتیم و برادر ما از جاری شدن خون پرسان کردن. در ادامه گفتن که حالا این نیزه که در پای حضرت علی علیه السلام بوده چگونه بوده، که آیا سر نماز خون از اونها جاری شده بوده یا خیر؟ تماس را وصل میکنیم. بینده گرامی سلام بر شما، خیلی خوش آمده. تشکر از شما، موفق باشیم. بفرماییم سوال شما میشنوییم. ما علی ریان را از زندگی تا آقام که فرماد ریان ما با مو روز جنازه رجوع دیشتی با مرگی با دختران که کم آفادو ما بست بینا سر جنازه مارا مو روز که مادر بزر کرده بینا علی ندام برخ داره بعدی که تا علی مو روز آوال که مارستی برخ داره یا نه؟ درست، من سوال شما رو مجددا گرفتم. تشکر از شما. یک بار دیگه می سوال شده بود، انشالله جناب استاد پاسخ میدن. تشکر. ممنون از شما، بخیر باشین. بله، در قسمت حضرت علی علیه السلام بینیم جناب استاد و بعد میپردازیم به بقیه سوال ها. من خب جوابی که در قسمت مسئله شکستاندن خون که وزور مشکنانه، خب از دیدگاه مذهب احناف گفت خدمت عزیز خود، به خاطر از اینکه در رابطه به موضوع خون که آیا خون شکننده وضوع هست یا نیست بین فقها اختلاف، بین فقها اختلاف. یکی از موارد اختلاف همین حدیثه که ی حضرت علی نبوده بلکه کس دیگه بوده از یاران پیامبر علیه السلام. پیامبر خدا اونها به یک وظیفه میده، به یکی از سریه ها میرن و در اونجا یکی از اونها شب پیره میکنه و یکی دیگه استراحت میکنه. و کسی که شب پیره میکنه و برای چند دقیقه میستم و نماز رو در اونجا ادا میکنم، داره یا نماز نفل بوده یا نماز تهجد بوده، و به هر حال اون زخمی میشه و خون از بدن از جاری میشه، تو نماز خود ادامه میده. من خدمت عزیز به عرض برسانم که در این رابطه بعد ما مجموع روایات در کنار همدیگر بگذاریم و بچینیم. یعنی بمانه که وقتی در مذهب احناف در رابطه به شکستاندن خون توسط خون که چرا وضو مشکنه، به هر حال دلائل موجه و واضح و روشن هست و موجود میباشه. بنابراین گفتم در مذهب احناف همچون دیدگاه هست جاری شدن خون سبب شکستاندن وضو میشه. تماس رو وصل میکنیم. سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. معرفی کنیم و سوال خود هم مطرح سازیم. ختم قرآن در تراویح درسته؟ بله. تشکر از شما، سوال شما رو گرفتم و اگر سوال دیگری داشته باشه. تشکر. ممنون از شما، شب شما خوش. جناب استاد، خواهرم تماس گرفتن و گفتن که در بعض شبها ما خوابهای وحشتناک میبینم. تعبیر از این خوابها رو که بگذاریم، حالا گفتن از این خوابها به دیگران خوبه یا بد؟ یک مشوره از شما گرفتن. بله. فکر کنم که جلوتر خواهرم ما این سوال رو کردن که چه باید کرد که دیگه خواب رو نبینیم. بله. و خب من توصیم به بارز معذرت، توصیم به این خواهر محترم و دیگه خواهرها و دیگه دوستایی که در حقیقت چنین خوابهای میبینن، برای رفع از این نگرانی و پریشانی بهترین راه همینه که ما همو از کار خواب فراموش نکنیم. از کار خواب آیت الکرسی شریفه که میخونیم، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس و دعاهای دیگری هم از پیامبر بزرگوار ما شما برای ما رسیده، که بنابراین اگر همین معوذتین شریف ان شاء الله بخونیم و روح دم کنیم، به یقین کامل دارم که این دغدغه ها و پریشانی ها از ما دور میشه. و در قسمت تعریف خواب ها اشکال نداره اگر ما خواب رو به کسی تعریف کنیم. این منع از جانب شریعت اسلام نیامده که وقتی ما خواب خوب یا خواب بد میبینیم نریم به کسی قصه و حکایت نکنیم، هیچ اشکال دیده نمیشه. بینده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. بفرماییم سوال خود مطرح سازیم، ما هم میشنیم. بفرماییم. قرآن به خود ختم کنه، درسته؟ صحیح شد. سوال شما رو گرفتم، تشکر از تماس شما. سوال دیگر اگر داشته باشیم. تشکر. شب شما خوش، خدا نگهدارتان. بله جناب استاد، میریم سراغ تماس دیگر که از بینده خود داشتیم. در قسمت رنگ مو بوده، گفتن حکم رنگ کردن مو چی میباشه برای خانم ها و یا هم برای آقایان؟ اشکال نداره برای خانم ها، البته
برای آقای خوب موضوع مطرح نشده، ما فقط چیزی که خواهرم از ما پرسیده رنگ کردن مو برای خانم ها اشکاله نداره، بخصوص وقتی که زینت باشه و برای شوهر خود خود که زینت میکنه، به شرط ازی که گفتم باز برای بیگانه و اینا به نمایش نگذاره که این چیز درسته و جایز هم نیست. سلام بر شما. سلام علیکم. السلام و رحمت الله. بفرماییم معرفی کنیم و سوال خود هم مطرح سازیم. محمد رفیع جان خوش آمدیم به برنامه، بفرماییم میشنیم سوال شما. سوال بله. درست سوال شما رو ما گرفتم، ممنون از تماس شما، شب شما خوش، خدا حافظ شما. بله جناب استاد، و خواهر دیگر ما تماس گرفتن و گفتن که سجده تلاوت چگونه ادا میشه؟ در قرآن کریم 14 مورد ما داریم که وقتی به همو آیه که رسیدیم واجبه که باید سجده تلاوت بکنیم. و سجده تلاوت خب واضحه که تلاوت قرآن کریم باید با وضو باشه، و وقتی که ما به آیه سجده تلاوت میرسیم مکلفیم که در همون لحظه سجده بکنیم. و سجده از هم مانند سجده های نمازه، تکبیر میگیم به سجده میریم و سجده کجا میریم؟ استادن به سجده لزومی نداره نه، بلکه نه، در هر حالت که هست میشه استاده اگر هست میتونه بشینه و سمو یک سجده به جای بره، اگر نشستم هستم اون در جا بله من محل جا نماز خود او سجده به جای بره. سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله، بفرماییم و سوال خود مطرح سازیم. درسته. درسته. تشکر از شما، سوال شما ما گرفتیم. ممنون از شما، شب شما خوش. جناب استاد نماز جنازه سوال کردم، خب میرم سراغ تماس دیگر، این که گفتن که ختم قرآن برای خود اگر داشته باشیم چگونه است؟ قبل از اینکه می سوال رو بگم، او سوالم تکمیل نشد، من خدمت خواهر عزیز خود که بخدا کنه که موضوع گرفته باشن، سجده تلاوت فقط یک سجده است و دو تا تکبیر داره. تکبیر اول میگیم به سجده میریم، تکبیر دوم است سجده سر بلند میکنیم، خلاص دیگه یک سجده داره. در قسمت که قرآن کریم رو به خود ختم کنه، خب طبعا قرآن کریم انسان به خاطر رسیدن ثواب به خود ختم میکنه. من نمیفهمم که منظور خواهر عزیز ما چی بوده. طبعا وقتی قرآن کریم رو ختم میکنیم، بله هدف این باشه که ما ثواب جمع بکنیم و انشالله ثواب هم برم جمع میکنیم. طبق گفته پیامبر بزرگوار ما به شما که هر حرف قرآن کریم که ما بخونیم ده هر ده حسنه، یعنی وقتی پیامبر علیه السلام فرمودن الف لام میم که ایر خود مبارک فرمودن، گفتن که من نمیگم یک حرفه بلکه الف لام میم سه حرفه، در مقابل هر حرف خدای تبارک و تعالی ده حسنه برای شما میده. بنابراین خواهر عزیز ما ای خوشی داشته باشن که طبعا قرآن کریم که وقت ختم وقت بخونیم برای خود ثواب میرسانیم. آخرین تماس رو وصل میکنیم. بینده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله، تشکر از شما، بفرماییم سوال شما میشنیم. انشالله جناب استاد پاسخ میدم، پاسخ میدم انشالله. درسته جناب استاد پاسخ میدم. ممنون از شما، تشکر از اینکه تماس گرفتید. شب شما خوش، خدا نگهدارتون. ولی بیننده عزیز آخرین تماسی بود که وصل کردیم و بعد از اینا میتونیم که تماس دیگر وصل کنیم و شما عزیزان میتونید که به فردا شب سوالاتی که داریم موکول بکنیم. فردا شب ما انشالله در خدمت شما هستیم و به سوالات شما پاسخ میدیم. اما بقیه سوالاتی که مانده جناب استاد خواهر ما گفتن که خود ختم قرآن برادر ما بودن، در ختم قرآن در تراوی حکمش چیست؟ واجب است، سنت است و یا هم مستحب؟ سنت می باشه. و محمد رفیع جان تماس گرفتن گفتن که میتر وقت زن باشه توسط مولوی صاحب یا هم کدام شخص دیگر به قبر میگذارن، آیا صحت داره و دادن از دست مولوی صاحب؟ چون مولوی صاحب هم یک شخص بیگانه هستن، گناه خاصی نداره. بهتر اینه و توصیه هم همین شده که اقربای یا همو کسانی که محرمن برای همو میت زن اونها بگذارن. در صورتی که کسی از اونها نباشه، بله یک اشخاص نیکتر و صالح‌تره،
حالا مولای سه باشه یا کسی دیگه باشه، کوشش بکنم که اموتر افراد او به داخل قبر بگذارن. ولی بهتر اینه که برای زن امو محرم از او، بچی از او، برادر از او، شوهر یا کسان دیگه که هسته از امو محرم ها از او، شوهر دیگر محرم نمی باشه برای از او. بهتر اینه که نباشه. نباشه برای. و خواهر ما تماس گرفتن به ادامه سوال اولی که خواهر دیگر داشتن، گفتن که این خواهرانی که سر قبر رفته بودن در روز جنازه بوده و در روزی بوده که جنازه خوانده شده و خام خام در اونجا نوحه و یا همگری بوده، این چگونه می باشه؟ اشکال از این چیست؟ دلیلی نداریم که روز ما مقید بکنیم که همون روز باشه یا فرداش باشه. این که مقید میکنن که حتما فرداش باید به جنازه برن، به زیارت همو میتی که تازه دفن شده برن، این ما یک مورد شرعی در این رابطه نداریم و خود مقید کردن هم درست نیست که به عنوان مثلا اگر ما فردا نرفتیم حتما برای میت یا برای متوفا ضرری به وجود میآید، یا اگر رفتیم چقدر فایده ها به وجود میآید. درست شده؟ نه، مقید نباید بکنیم. میتونیم همون روز بریم، میتونیم فردای بریم، میتونیم روزه. و خواهر متماس گرفتن گفتن که در قسمت جنازه و یا هم گذاشتن میت در قبر، گفتم گفته میشه که این از مو لحظه ای که گذاشته میشه تا فردای صبح، این در حال سوال جواب هسته و فردا صبح به خواب میره و وقت شما بریم از خواب قفلت رو بیدار میکنیم، این به نظر شما اساسی؟ دلیلی ما در این رابطه نداریم که اینطور مقید به زمان باشه. چرا؟ چون وقت تا زمانی که ما حیات داریم تا همین زمان ما مقید به زمان و همین مکان هستیم. منتها بعد از اینکه خداوند متعال روح از ما گرفت، او زمانی که ما از این زمان دنیایی خود خو خلاص میشه، از قید این زمان تمام میشه. درست دیگه این ساعت نیست، دیگه این زمان باز اونج معنا و مفهوم نداره. بعد حدیث داریم که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودن که بمجرد که میت دفن میشه و بستگان از او از سر قبر از او دور میشن، هر کدوم تیتو پراکنده میشن، دوست و قوم و خیش اینا که آمده بود، دیگه از امول از خدای تبارک و تعالی دستور میده به همون مامورین خود که از این نفر سوالو جواب بکنن، پرسجو بکنن. دیگه این در زمان مشخصی گفته نشده که تا به سبا فردای باشه یا تا چلی باشه یا تا سی، اینا مواردیه که هیچ دلیل شرعی ما در رابطه نداریم، فقط اولاتی که در بین مردم یا شایعاتی که در بین مردم هست. آخرین تماس هم که واسط کردیم، خواهر ما یک سوال خیلی به جای داشتن در قسمت سجده تلاوت، اینکه کسی که او تدریس میکنه و یا هم کسی که یک آیه میخونه تا اینکه یاد بگیره و این بارها تکرار میکنه، برای از چند سجده لازم هست و چگونه این سجده هایی که چند بار خوانده میشه؟ جزاکم الله. در قسمت مجالس و تکرار حساب آیه سجده که هسته، در یک مجلس اگر 100 نفرم نشسته هستن و آیه سجده درست شد، 100 بار هم که خوانده میشه، همون یک بار بیشتر واجب نیست، مگر اینکه کسی که رفت آمد میکنه. چرا؟ چون مجلس تکرار میشه. این وقتی که از مجلس بیرون شد، با دوباره آمد و دوباره شنید، دوباره برش واجب میشه. منتها تا لحظه‌ای که در داخل مجلس یا در داخل صنف همون آیه سجده یادگاه همون آیه سجده تکرار میشه، باید همون یک سجده برایشان بیشتر واجب نمیشه. و این خواهر عزیز ما به تنهایی یک سجده انجام میدن و کسانی هم به خواندن و شنیدن یک سجده. خدمت استاد و این خواهر عزیز خود بگم که سجده تلاوت یا امو آیه سجده وقتی به گوش انسان میرسه، چی انسان قصد تلاوت رو داشته باشه چی نداشته باشه، چی قصد استماع تلاوت رو داشته باشه و چی نداشته باشه، سجده تلاوت بر او کسانی که میشنون بر از اونا واجب میشه، چی نفر وضو داشته باشه چی وضو نداشته باشه. تشکر از شما جناب استاد. البته بیان بکنم که این ملاحظه هست که وقتی نفر بی وضو سجده تلاوت رو میشنوه، حق سجده کردن رو نداره تا اینکه وضو بگیره. بعد وضو بگیره، بعد از اینکه وضو گرفت، بعد از سجده که به گردنش واجب شده، او رو به جای بیاره. بله، تشکر از حضور شما در برنامه امشب. ممنون از اینکه حضور پیدا کردیم و تشکر از شما عزیزان که تا آخر برنامه ما رو همراه بودین. این بود داشاین برنامه که خدمت شما عزیزان قرار گرفت و انشاءالله که از اونها استفاده نموده باشیم. تا برنامه دیگر که بنده معروف مقتدی خدمت شما عزیزان قرار میگیرم با یک موضوع دیگر و با استاد دیگر، شما رو به الله پاک میسپارم. الله یارو نگهدارتان.